بعد از فارغ التحصیلی به مدتی که وام گرفتن در کشور خدمت کنن. یعنی در حقیقت یک شغلی قبلا براشون آماده بود و حالا امروز پزشکا زندگانیشونو با تاکسی درایور که اون ماشین خودشون رو به عنوان تاکسی قرار بدن زندگی میگذرانن. همین امروز بانک مرکزی اعلام کرد 25.5% گرانی این تورم. یعنی یک نانی رو که سال گذشته 500 تومن میخریدن حالا 125 تومن دیگر بهش اضافه شد. البته این دروغه، با تورم بالای 50 خیلی بالاتر مسلمن کارگر آمار دولتی رو که نشبه دانه. اون روز آقای دکتر سکویی، من در انگلستان فارغ التحصیل شده بودم، برای یک سخنرانی هم به امریکا اومدم. از جایی که سخنرانی کردم در نیویورک بلافاصله شغل برای من دادن. من مقایسه کردم با شغلی که در ایران به من میدادن. من و امثال من با میل و رغبت از تمام جهان برگشتیم به ایران برای خدمت. امروز هر کس که بتواند از ایران خارج میشه، وطن رو با گریه ترک میکنه. بسیاری از جوانان خواندم در ژاپن و کشورهای عربی کارگری و حتی قبرکنی را بر ماندن در ایران ترجیح میدن. این زندگی است که برای ما ایجاد شده. ما آزادی، شاهنشاه ایران یک جمله بسیار خوبی فرمودند، آزادی هست و واقعا آزادی بود، غیر از آزادی خیانت به کشور. من به شما میگم که من به عنوان یک ایرانی همه گونه آزادی داشتم. در دوران زندگی دانشگاهی هم 3 بار با 3 تا وزیر شدیداً مخالفت کردم. یکی از این وزرا آخرین وزیر بهداری قبلی بود که الان هم هستن، در ایران هم زنده هستن و شاهدم که من شدیداً با ایشان مخالفت کردم روی کارهای دانشگاهی، روی کارها که من اینطوری دوست داشتم ایشان اینطوری. هیچگاه کسی مزاحم آزادی در زمان شاه، در زمان شاه مزاحم آزادی ما، حتی وقتی با یک وزیر تندی می کردم. باور کنید که با 3 نفر از این وزرا من راجع به کاری که میخواستم انجام بدم تندی، به تندی شدید مخالفت. بله. ولی اینها هیچگاه خدای نخواسته نه مخالفت، نه مزاحم من شدن و نه هیچگاه نمیدونم ساواک فلان. من اینو میخوام بگم به نسل جوان، درسته که دوستان مخالف ما کمونیست ها، اسلامی ها تهمت میزدن که در رژیم استبداد هست که از این موضوع دولت های خارج مثلا شرکت های نفتی گل گرفتن، استفاده کردن، مملکت ما رو بین روز انداختن. شما تصور کنید پادشاهی آمده بر شما دانشگاه درست کرده، حالا آمده در این دانشگاه که شما لذتش میبرید، تحصیل میکنید، آمده شما رو تشویق کنه برای جشن فارغ التحصیلی. وقتی دوستان مغز شسته شده توده ای ما میگیرن پادشاه رو گلوله باران میکنن، آیا این موجب نمیشه که آزادی محدودیت پیدا کنه؟ وقتی نخست وزیر و وزیر برای با احترام به شعائر اسلامی میرن اونجا دوزانو در مسجد احترام میگذارن و بعد این اسلامی های مغز شسته شده غافل از جهان، غافل از علم، غافل از آزادی میگیرن، نخست وزیر مملکت رو تیرباران میکنن، میکشن و بعد وزیر دیگری وساطت میکنه که نه خیر اینا اسلامی بودن، اینا آزادش کنیم، و بعد اون وزیر را هم میکشن. واقعا شما
انتظار دارید محدودیت برای اینها ایجاد نشه؟ در کشور ما آزادی تمام برای زندگانی بود، هر دینی رو شما میخواستید معتقد باشید، به هر نوع روش اسلامی غیر اسلامی و هر نوع شغل ما آزادی داشتیم. من دوست دارم اینا رو پاسدارها بدونن، از پدر مادراتون بپرسید. من اینجا اومدم بر شما اطلاعات بدم. و بعد ما وقتی میرفتیم به خارج، آقای دکتر سکویی واقعا قالی قرمز برای ما پهن میکردن. دقیقا در بسیاری از کشورها اصلا از ما ویزا نمیخواستن. دقیقا باور کرده بودن که ما متمدن هستیم، ما دزدی نمی کنیم، ما تقلب نمی کنیم، ما دروغ نمی گوییم، و در نتیجه از ما ویزا نمی خواستن تا هر مدتی که دوست داشتیم. این دلاری رو که امروز شما در بازار می بینید، ما به قیمت 68 ریال یا 70 تومان مکزیمون، ما هر مقداری که دلمون، من شخصا به بانک نمی رفتم، تلفن می کردم به بانگم که میخوام برم به فلان کشور، این مبلغ پول میخوام، و برام آماده بود و میفرستادن. وقتی برمیگشتم اضافه پولی رو که خرج نکرده بودم، باور کنید میبردم به بانک، دوباره به حساب میگذاشتم. و امروز یک دلار رو شما میدونید باید با 950 هزار تومان بخرید. زندگی شما رو انقدر مشکل کردن، سخت کردن. این علت هست که ما میخواهیم، مخالف هستیم با جمهوری اسلامی. اینها ما نمیدونستیم آقای دکتر سکویی، 100 سال قبل، 105 سال در حقیقت قبل، یک عده انسانهای برجسته‌ای که آمده بودن به اروپا، قانون مشروطه را آوردن و در زمان پادشاه قاجار مظفرالدین شاه اینو به امضای پادشاه رساندن، رسمیت پیدا کرد. برابر این قانون برید نسل جوان این قانون رو برگردید، ماده 7 متمم قانون اساسی می‌نویسد که تمام اهالی ایران متساوی الحقوق هست. دقیقاً مرزو کنید، بهایی و مسلمان و نمیدونم همه با همه، همه کرد و بلوچ و فارس، همه برابر هستند. اینها موجب مشکلات مملکت ما آزادی پس داشتیم، برابری داشتیم. یک مطلب دیگر رو که من دوست دارم در اینجا بگم، کسانی که موجب این فاجعه، من به اونچه در کشور ما اتفاق افتاد فاجعه می نامم، امروز مشخص شده در سال 1973 پادشاه فقید ایران یک سخنرانی انسانیت، یک مصاحبه انسانیت کردند به دولت‌های قوی اروپا و مخصوصا به شرکت‌های نفتی که این صحیح نیست که نفت ما را شما با قیمت پایین بخرید، ما گندم از شما، شکر از شما، آهن از شما به قیمت گزاف بخریم. بیایید، و ادعا کردن که در سال 1979 که قرارداد 25 ساله شما تمام میشه، من از شما تمنا دارم که قیمت نفت رو متناسب با مواد اولیه در نظر بگیرید. چرا یک طرفی شما قضاوت میکنید؟ اگر هم نکنید من تمدید نخواهم کرد. بله، یک سال بعد یه دانشجویان تمنا دارم، پاس داره با شما دارم صحبت میکنم، ایران مال شما هست. یک سال بعد، این حرف منطقی هست، ولی متاسفانه در دنیای زشت ما حرف منطقی، عدالت کمتر شنیده میشه. یک سال بعد یک کمیته‌ای درست میشه که ما بیخبر بودیم، نمیدونم ساواک ایران بیخبر بود، اسلامی ها بیخبر بود، به نام آنگلو امریکن کمیته، به ریاست